برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. هستی بخش جهان خدمت خانم‌ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنم من دکتر محمد سهیمی هستم و خوشحال و سپاسگزارم تا بار که بار دیگر در برنامه یک سینه سخن با شما هستم و راجع به مسائل ایران با شما صحبت میکنم امروز پنجشنبه 19 ژانویه سال 2012 میلادی مطابق با 29 دی ماه 1390 خورشیدی است طبق معمول برنامه رو با چند خبر, چند خبر مهم راجع ایران شروع می‌کنیم و بعد راجع یکی دو موضوع مهم که بحث روز ایرانیان در داخل و خارج از کشوره برنامه ادامه میدیم مهمترین خبر هفته قبل یکی از یعنی یکی از مهمترین خبرهای هفته قبل توافق اروپا بر سر تحریم نفت و بانک مرکزی ایرانه بر طبق اطلاعاتی که امروز اخباری که امروز در اینترنت بود به نظر میسید که اروپا بر سر تحریم بانک مرکزی به توافق است منطقه اینطور که برمیاد تحریم بانک مرکزی تحریم کامل نیست تمام اموال و دارایی هایی که بانک مرکزی در خارج از ایران مثلا فرض کنید به صورت شعبات و دفاتر داشته دفاتر داشته باشه ضبط نمیشه و همینطور اینطور به نظر میاد که اتحادی اروپا معاملاتی که از نظر خودش مشروع میدونه با بانک مرکزی ادامه میده یکی از دلایل عمده این کار اینه که ایران مقدار زیادی به اتحادیه اروپا در مورد روابط بازرگانی بدهکاره و بنابراین راهی باید وجود داشته باشه تا ایران بتونه بدهکاریهای های خوش به این کشورها بپردازه در مورد نف هنوز توافق کامل حاصل نشده چرا اینکه بعضی از کشورهای اروپایی که در واقع اقتصادشون از همه کشورهای دیگه اروپا در شرایط بدتری قرار داره در واقع مهمترین وارد کنندگان نفت از ایران هستن همطور که در برنامه گذشته خدمت عرض کردم به عنوان مثال یونان که در حال حاضر نزدیک به ورشکستگی که کامل هست 34 درصد نفت ورودی نفت مصرفی خودش رو از ایران وارد میکنه و در واقع این نفت با تخفیفی است که ایران به این یونان میده و دلیلش که در گذشته فانتوم های قدیمی ایران رو که دولت ایران در زمان محمد رضا شاه از آمریکا خریده بود اه، اه، یونان برای ایران ترمیم و تعمیر کرده و به ایران برگردونه همینطور اسپانیا و ایتالیا اه، حدود اه، 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 15 و 12 درصد نفت خودشون رو از ایران وارد میکنن و میدونیم که ایتالیا و اسپانیا هم در حال حاضر در شرایط بد اقتصادی به سر میبرن به هم دلیل توافق راجع به تحریم و چگونگی تحریم نفت ایران در اتحادی اروپا هنوز به طور کامل به دست نیمده خب این یکی از خبرهای مهم بود خبر دیگه ام 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 که در واقع یک خبر هنری بود ولی برای ایران بسیار افتخار آفرین بود این بود که فیلم جدایی جدایی نادر سیمین ساخته آقای اسقر فرهادی بنده جایزه بسیار مهم گلدن گلوب شد اونهایی که برنامه تلویزیون رو تماشا کردن یک شمه گذشته این مراسم پخش شد و آقای فرهادی جایزه خودشون رو از دست خانم مادونا خواننده مشهور آمریکایی دریافت کردن آقای فرهادی قبل از اینکه جایزه خودشون دریافت کنند با خانم انجلینا جولی که خود ایشون هم فیلمشون به نام در سرزمین اصل و خون که در واقع در پاکستان اتفاق میفته نامزد بهترین فیلم، یکی از بهترین فیلم های خارجی شده بودن ملاقات کردم و بهشون دست دادم و عکس دست دادن ایشون در وبسایت های تندرو ایرانی منتشر شد و حملاتی هم به آقای اسقر فرهادی در این مورد صورت گرفت خبر مهم دیگه در مورد این فیلم اینه که امروز اعلام شد که فیلم جدای نادر یکی از نه فیلم فیلمی خواهد بود که نامزده جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی هستند جوایز اسکار در پایان ماه فوریه اعلام خواهد شد و امیدواریم که آقای فرهادی فیلمشون به موفقیت های هرچی بیشتر دست پیدا کنند چرا که برای ایران افتخاره آقای فرهادی وقتی جایزه را دریافت کردن و به روی صحنه رفتن گفتن که وقتی که به اینجا می فکر میکردم که اگر بنده بشم چه باید بگم جای پدر و مادرم صحبت کنم ماجرا خانواده‌ام صحبت کنم و آخواسته به که راجع مردم ایران صحبت کنم مردم ایران مهربان ترین مردم دنیا هستند و به نظر من این صحبت ایشون بسیار زیبا بود البته طبق معمول یه عده ایشون ایراد گرفتن که چرا از این فرصت استفاده نکردی و راجع به اوضاع داخل ایران صحبت نکردی دلیلش هم خب البته خیلی واضحه آقای اسقر فرادی مثل این طور نیست که ایشون بخوان که از ایران خارج بشن و در خارج از ایران زندگی کنن ایشون مایلن که در ایران زندگی کنن کارهای هنری و فیلمسازی خوشون در ایران ادامه داد و بنابراین واضحه که قابل درکی که ایشون در مورد موزه خوشون نسبت به اوضاع داخل ایران یه با احتیاط رفتار کنند خبر مهم دیگه نامه آقای نامه پرزیدنت اوباما به آقای خامنه ای بود اعلام شد که پرزیدنت اوباما نامه محرمانه به آقای خامنه ای نوشته و در اون نامه به ایران هشدار داده که بستن تنگه هرمز یک خط قرمز برای آمریکا خواهد بود و اگر ایران اقدام به بستن تگ هموز کنه آمریکا آماده خواهد بود که با اون مقابله کنه حتی اگر این مقابله نظامی باشه اولین خبر پخش شده بود بعد وقتی که در مطبوعات آمریکا پخش شد ایران هم اینو تایید کرد و بعد اون وقت آقای علی مطهری که نماینده مجلس بودن اعلام کردن که در واقع نامه آقای اوباما دو بخش یک بخش اولش تهدید ایران در مورد بستن تنگه هرمز بوده و بخش دومش دعوت از ایران برای مذاکره با آمریکا برای حل اختلافات بین دو کشور به خصوص در مورد مسئله برنامه اتمی ایران میده. عرض دولت آمریکا این موضوع رو رد کرد ولی رد کردنشون به طور کامل و 100 درصد نبود از طرف آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفتن که نامه در حال مطالعه است و اگر لازم باشه ایران به این نامه جواب خواهد داد این این هم یک خبر مهم دیگه بود خبر مهم دیگه سفر آقای علی اکبر سارعی وزیر خارجه به ترکیه است ترکیه مدتی است که در مورد اوضاع ایران و برخورد ایران با جهان غرب ابراز نگرانی میکنه خب این واضح است که اگر خدای نکرده ایران و جهان غرب به رهبری آمریکا به یک برخورد نظامی کارشون کشیده بشه ترکیه هم که عضو پیمان ناتو هست ممکنه پاش به این جریان کشیده بشه و صدمه زیادی هم در این مورد بخوره به هم دارید آقای علی اکبر صالحی بعد از اینکه آقای احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به ایران مسافر کردن ایشون هم بعد از به به ترکیه رفتن و با, با آقای داوود اوغلو و همینطور آقای عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه و آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ملاقات کردند ایران و ترکیه موافقت کردند که اگر مذاکرات اتمی ایران و پیمان اروپا و آمریکا یعنی همون گروه پنجی به اضافه یک پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان دوباره اثر گرفته بشه این مذاکرات بهتر است که در ترکیه باشه ایران اعلام کرده بود که به زودی مذاکرات اثر گرفته میشه ولی خانم کاترین اشتون که در واقع سمت رئیس سیاست خارجی اتحادی اروپا بر عهده دارن این موضوع رو تکسیب کردن و گفتن ایران اول باید مشخص کنی که اگر میخواد مذاکره کنه راجع به چه چیزی میخواد مذاکره کنه خب این هم یکی از خبرهای مهم بود خبر مهم دیگه که در واقع نقل همه محافل و بیشتر وبسایت های ایرانی در عرض حدود یک هفته گذشته هست صحبت های آقای سردار حسین علایی از فرماندهان مهم زبان جنگ ایران عراق در مورد اوضاع کنونیه. فکر می کنم که هفته گذشته اشاره به این موضوع کردم ایشون مقاله رو در روزنامه اطلاعات چاپ کردن که در اون اوضاع کنونی ایران رو با اوضاع ایران در درست قبل از انقلاب در دوران محمد رضا شاه مقایسه کرده بودند و هر کسی که این مقاله رو میخوند به خوبی میتونست که متوجه می میشد که آقای حسین علایی در واقع مقایسه شون مقایسه آقای خامنه ای با محمد رضا شاه و حکومت اون موقع رژیم پهلوی با رژیم کنونی جمهوری اسلامی است ایشون به عنوان مثال همونطور که خدمت شما هفته قبل از کردم یک سری سوالات فرضی رو مطرح کردن که گفتن مثلا ممکنه شاه این سوالا رو از خودش کرده باشه به عنوان مثالشون گفتن که شاه ممکنه از خودش پرسیده باشه که آیا اگر من به مردم اجازه ابراز عقیده میدادم و با ابراز عقیده اینها مخالفت نمی و از خشونت استفاده نمیکردم آیا کار به اینجا کشیده میشد یا نه و مسائل از این قبیل. صحبت مقاله آقای علایی اکسانان بسیار شدیدی رو در بین طرفداران آقای خامنه در ایران برانگیخت ال... وبسایت های تندرو مثل رجانیوز، مشرق نیوز و خبرگزاری فارس به آقای علایی به شدت حمله کردند دوازده سردار سپاه هم از سردار مهم سپاه هم نامه ای نوشتن و به شدت از آقای حسین علایی انتقاد کردند این دوازده سردار آیان سردار اسدی زاهدی علی فضلی سفاری کوسری حجازی قاهانی جعفری قربانی جلالی همدانی و بنی لوهی بودند اینها گفتن که این صحبت های آقای علایی کردی صحبت های بوده و توت های آمریکا هست و آخر روزنامه کیهان به قلم آقای حسن شریعت مداری نوشت که در واقع این مقاله رو آقای حمدانی نوشته بود منظرت میخوام آقای علایی ننوشته بودن و یکی این مقاله را رو ایشون نوشته بود از طرف دیگه تعداد زیادی از شخصیت‌های مختلف هم به حمایت از آقای علایی پرداخت در این حال وقتی که انتقادات از آقای علایی شروع شد بسیج و حزب الله به دور به خونه ایشون،, ایشون جمع شدن به دور خونه ایشون حمله کردند و خواستار ایشون شدن که ایشون و خانواده که در خانه،, خانه های سازمانی سپاه زندگی میکنن از اون محل خارج بشن این موضوع البته عکس زیادی رو باز بین اونهایی برانگیخت که از سخنان آقای علایی رو تایید میکنن و جالب اینجاست که امروز همون دوازده سردار سپاه که نامه بسیار تونی به ایشون نوشته بودن و از ایشون انتقاد کردن یه نامه دومی نوشتن و از ایشون دلجویی کردن و گفتن که اون حرفایی که اون موقع از روی انجام وظیفه بوده گروه دیگه از سرداران سپاه به خصوص اونایی که در عملیات آشورا شرکت کردن در زمان جنگ عراق نامه ای با آقای علایی نوشتن و در به از آقای علایی حمایت کردن همینطور آقای سید علی صنیخانی که هم پدرشون هم پدرشون شهید بودن هم برادرشون و خودشون جاماز هستند نامه رو منتشر کردن و در اون از آقای حسین علایی به شدت تمجید کردن خانواده شهدا باکری ها که از فرماندهان زمان جنگ ایران عراق بودن و در جنگ به شهادت رسیدن و همطور خانواده شهید همت که ایشون هم از سرداران جنگ ایران عراق بود اینها هم از آقای علایی تمجید کردن از طرف دیگه آقای محمد تقی اسباه یزدی که از طرفداران داران پارپا پا پا آیت الله خامنه‌ای هست گفتن که این نامه توهین به رهبری بوده و اینهایی که زمان جنگ سردار و امیر بودن حالا اومدن جسارت رو به جایی رسوندن که در برابر آقای آقای خامنه‌ای موضع می‌گیرن در این حال که این تحولات ادامه داشت و انتقادها و طرفداری ها از آقای علای ادامه داشت و همینجا خدمت شما ارز کنم که در بین نماینده های مجلس هم از آقای علایی مقدار حمایت شد آقای علی متحری نماینده مجلس که از منتقدین آقای احمدی نژاد هست و همطور آقای احمد توکلی که قبلا در سالهای گذشته نامزدی ریاست جمهوری و همیان رئیس مرکز پجوهش مجلس هست اینها هم از آقای علایی حمایت کردن به این نحو که اینها گفتن که حمله به آقای علایی حمله به خونه ایشون و یا نامه های تونی که بهشون نوشته کار درستی نیست و این تا این لحظه در خدمت شما هستم این بحث ها هنوز اگر به وبسایت های داخلی, داخلی رو مراجعه کنید بینید که هنوز ادامه داره در در همون زمان در موقعی که همین بحث ها ادامه داشت آقای دکتر اماد افروغ که استاد دانشگاه هستند و در مجلس هفتم که از سال 2004 تا 2008 خدمت می‌کرد نماینده مجلس بودن ایشون هم در یک برنامه‌ای که در تلویزیون بود و در سراسر کشور پخش می‌شد از اوضاع کنونی به شدت انتقاد کردن ایشون به عنوان مثال گفتن که از درون نظام اسلامی علوی در زمان پیامبر و حضرت علی نظام عموی به بیرون آمد چرا این که اونهایی که آگاه بودن و میدونستن که داره حکومت منحرف میشه به دلیل مسلحت سکوت کردن ایشون همطور گفتن که به تدریج اوضاع کشور داره به جایی میرسه که نظام قیمی داره جایگزین نظام انتخابی و وکالتی میشه یعنی اینکه در واقع یک یا یک نفر یا تعداد محدودی میشن قیام مردم و همه تصمیم رو برای مردم میگیرن این صحبت‌های اماده اماد به خصوص چون در تلویزیون بود و در سراسر کشور پخش شد انعکاس بسیار وسیعی داشت به ایشون هم حملات بسیار زیادی شد هم آقای علایی و هم آقای اماده افروغ به دلیل حملاتی که به ایشون شد به هر اینا شد مجموع شدن که بگن که هنوز به انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی وفادار هستن ولی قصدشون انتقاد سازنده بوده که البته خب واضحه که وقتی که نام آقای حسین علایی در روزنامه اطلاعات منتشر شد و صحبت افروغ از پخش شد اون اثری که این نامه و این صحبت داشته باشه در بین مردم داشته و در, و در واقع فرقی نمیکنه که اگر حتی آقای علایی و آقای افروغ عقب نشینی کردنشان که البته عقب نشین اینها تا حد زیادی قابل درک بدن که اینها در ایران هستند، در ایران زندگی میکنن و تحت فشار بسیار شدیدی هستند جالب اینجاست که روزنامه اطلاعات که مقاله آقای حسن علایی رو منتشر کرده بود اوضخواهی کرد و گفتش که چاپ این نامه کار, کار اشتباهی بوده از خبرهای دیگه مهم تقریب تحولاتی بود که در دانشگاه آزاد اسلامی به بگو پیوست اونایی که اوضاع ایران رو دنبال میکنن حتما میدونن که از زمانی که آقای احمدی نژاد در سال 2005 به ریاست جمهوری رسید هدف ایشون همیشه کنترل دانشگاه آزاد البته خب رئیس هیئت دانشگاه آزاد آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست و در واقع دانشگاه آزاد همیشه یکی از جاهای مراکز پایگاه های قدرت آقای رفسنجانی بوده برای بله اونهایی که نمیدونن خاطرشون رو کنم که در 1982 یعنی در واقع فقط سه سال بعد از انقلاب وقتی که اعضای ملی مذهبی مثل از نیاد مهندس بازگان و یارانشون از دولت خارج شدن و در واقع و آقای بنی صدر هم از ریاست جمهوری خلق شد و در واقع حکومت به دست روحانیون افتاد روحانیون به این فکر افتادن که برای اینکه بتونن حکومت رو ادامه بدن و حکومت رو کاملا اداره کنن دولت رو اداره کنن احتیاج به کادرهای تحصیل کرده وفادار به خودشون دارن با این انگیزه بود که دانشگاه آزاد اسلامی در 1982 یعنی 1361 تحصیل شد محسسی هم آقای رفسنجانی بودن آقای آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی بودن و یه عده دیگه ولی به تدریج این نهاد که قرار بود برای جناح محافظه کار و جناح طرفدار روحانیت کادرهای دولتی تربیت کنه چون گسترش پیدا کرد و کار به جایی رسید که دانشگاه حتی در دورترین شهرها و دهکده ها دهات شعبه باز کرده بود در بسیاری از این جاها در واقع شعبه دانشگاه آزاد تبدیل شد به یک نهاد مدرن در اون شهرهای کوچک و دهات به همین دلیل و چون اغلب دانشجویان حتی در شهرهای کوچک دانشجویان بومی نبودن و از جاهای دیگه به خصوص از شهرهای بزرگ رفتند در واقع تأسیس دانشگاه آزاد در اقصا نقاط ایران باعث شد که اون به اصطلاح تحولاتی که در شهرهای بزرگ و در نواحی شهری اتفاق افتاد اون تحولات اجتماعی یواش یواش به طور آروم به شهرهای کوچیک و حتی دوها هم منتقل بشه به هم در بود که به عنوان مثال در 1997 1176 وقتی آقای محمد خاتمی در انتخابات شرکت کردن نهادهای شعبات دانشگاه آزاد در اقصا نقاط ایران یکی از جاهایی بودند که مورد استفاده طرفداران آقای خاتمی قرار گرفت و برای تبلیغ برای ایشون و همینطور وقتی که در سال 2001 آقای خاتمی میخواستن دوباره در انتخابات شرکت کنن آقای عبدالله جاسبی که سی سال رئیس دانشگاه آزاد بودن اون موقع نامزد ریاست جمهوری شدن و در چندین شعبه دانشگاه آزاد در شرایط مختلف سخنرانی کردند و جالب اینجا بود که با وجود که ایشون رئیس دانشگاه بودند و در هر جایی هم که نیافتن سخنرانی که با دانشجو میکردند با مراسم پذیرایی بسیار خوب از دانشجو برگزار میشد در پایان بیشتر دانشجو دانشگاه آزاد بر طبق شواهد و و آمارهایی که وجود داره به آقای خاتمی رای دادند من خاطرم هست که اون موقع آقای جاسوی شعبه دانشگاه آزاد در سمنان رفته بودن و در اونجا از آقای خاتمی به شدت انتقاد کرده بودند و اعلام کرده بودند که میخوان در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنند و بعد تمام دانشجوهایی که اونجا بودند و به صحبت ایشون رو گوش داده بودند رو مهمان ایشون بودند به صفحه چلو کباب وقتی چلو کباب تموم شد و صحبت ایشون تموم شد و چلو کباب تموم شد دانشجوهایی که اونجا بودند اعلامیه صادر کردند و در اون گفته بودند ضمن تشکر از جناب آقای دکتر عبدالله جاسبی و نهار خوشمزه ایشون چلو کواب که صرف شد ما اعلام میکنیم که از آقای خاتمی حمایت خواهیم کرد و هم در که میبینید این دانشگاه آزاد در واقع اونطوری نشد که اون به اصطلاح اولیه امید داشتن ولی در این حال چون به تطریق دانشگاه آزاد گسترش عظیم، عظیمی پیدا کرد و همین الان برآورده میشه که ارزش کل به اصطلاح مالیات ها میخوام اموال و ساختمون ها و اون چیزهایی که دانشگاه آزاد در سر و سر داره حدود 250 میلیارد دلار باشه چون به عنوان مثال خب اینها در شهرهای بزرگ زمین های بسیار بزرگی دارن و خود این زمین ها ارزش بسیار بالایی دارن و 250 میلیارد دلار یادتون باشه به عنوان مثال دانشگاه هاروارد که در آمریکا یکی از مهمترین یعنی مهمترین دانشگاه آمریکا است با بالاترین به اصطلاح اون اندامنت یا اون پولی که صرف گسترش کار دانشگاه میشه اندامنت دانشگاه هاروارد حدود فکر می‌کنم 20 میلیارد دلار باشه و با 20 میلیارد دلار کجا 250 میلیارد دلار دانشگاه آزاد کجا به هم دلیل بود که وقتی آقای احمد نژاد به حکومت رسید که یکی از اهدافش همیشه این بود که این پایگاه مهم رو از دست آقای رفسنجانی بیرون بیاره کشمش زی... کشمکش زیادی بین ایشون شد آقای رفسنجانی سعی کرد که جلوی آقای احمد نژاد بگیره با اعلامی که دانشگاه آزاد می‌خواد تمام اموالش رو وقف کنه بعد آیت الله خامنه‌ای که با با آقای هاشمی بعد از انتخابات سال 2009 اختلاف پیدا کرده بود ایشون مداخله کردن و طرف آقای احمدی نژاد رو گرفتن و بالاخره هفته گذشته یک جلسه و اونا تشکیل شد تا رئیس جدید دانشگاه آزاد رو انتخاب کنند یه عده از طرفداران آقای احمدی و آقای خامنه‌ای هم وارد هیئت کرده بودن ولی چون آقای رفسنجانی متوجه شده بود که اینا میخوان کسی رو انتخاب کنن که مورد تایید ایشون ایشون و طرفدارانشون از جلسه هیئت خارج شدن ولی چون هیئت امنا اکثریتش طرفداران آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بودند ایشون بین خودشون آقای کامران دانشجو که قبلا استاندار تهران بودن و برادر وزیر علوم آقای کامران دانشجو هستن و با عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد انتخاب کردن که دفتر آقای رفسنجانی اعلام کرد که این کار غیر قانونی بوده و آقای رفسنجانی حاضر نیست که حکم ایشون رو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد امضا کنه به دلیل این جریان فکر میکنم تا هفته آینده هنوز ادامه خواهد داشت خب این هم یکی از خبرهای مهم بود از خبرهای راجب حقوق بشر هم چند تا خبر هست که خدمت شما عرض کنم چون مهمه یکی از این خبرها تایید حکم حبس خانم پیسا کاکایی گزارشگر کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال حقوق کودکان در ایران بود ایشون در دیماه سال 1388 یعنی سال 2010 میلادی دستگیر شدن 45 روز زندان بودن و بعد با وسیقه 20 میلیون با تومانی از زندان آزاد شده بودن در دادگاه بعدوی به 6 سال حبس محکوم شدن و دادگاه تجدید نظر هم حکم ایشون رو تایید کرده جالب اینجاست که با این حکم تمام گزارشگران کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعالان حقوق بشری که زیر چتر این کمیته کار میکردن همگی دارای احکام طولانی زندان شدن به عنوان مثال خانم تارا سپریفر 6 سال زندان گرفته خانم شیبا نظر آهاری که خیلی شناخته شدن هستن و خود بنده شهر حالیشون رو نوشتم در وبسایت تهران بیرو که من همیشه مقاله های خودم رو منتشر می کنم اونجا هست به چهار سال زندان محکوم شدن آقای نویدا خانجانی به دوازده سال زندان آقای سعید کلانکی به سه سال زندان آقای سعید جلالی به سه سال آقای علی کلایی به هفت سال و آقای کوهیار گودرزی که اخیرا هنوز محاکمهشون ادامه داره گویا به یک سال زندان محکوم شدن دیگه از خبرها دستگیری آقای پیمان پارکمرد دانشجوی روزامنگار آذری و فعال حقوق بشر در تبریز بوده که ایشون رو دستگیری دادن و به زندان اوین منتقل کردن ایشون از فعالان سابق دانشجویان مستقل تبریز بودن و در سال 1378 یعنی 999 موقعی که قیام دانشجویی در تهران در ماه تیر اتفاق افتاد ایشون یکی از کسایی بود که از فعالان دانشجوی دانشگاه تبریز در اون موقع بود اگر خاطرتون باشه بجز دانشگاه تهران و دانشگاه دانشگاه دیگه شهر تهران که تظاهرات اتفاق افتاد یکی از شهرهای مهمی که در اون تظاهرات دانشجویی بسیار وسیع اتفاق افتاد تبریز بود و آقای پیمان پاکمر نقش مهمی در اونها داشتند خبر دیگه مهم اینه که آقای علی فرید یحیایی که ایشون فعال ملی مذهبی هستن و ایشون هم در تبریز فعالیت دارن ایشون هم احضار شدن و احتمالا به زندان خواهند رفت تو که من شما عرض کردم هفته گذشته در از موقع انتخابات سال 2009 خرداد سال 2009 تا به حال که نزدیک به سه سال میشه فشارهای بسیار زیادی بر روی گروه های ملی مذهبی وارد اومده البته تمام اقشار جامعه تحت فشار قرار گرفتن ولی بین فعالان سیاسی از همه بیشتر فشارها روی گروه ملی مذهبی بوده خیلی خوب اجازه بدید که یک یکی دو دقیقه مکس کنیم تا آگه یا پخش بشه و بعد در خدمت شما خواهم بود با ما باشید خب در ادامه برنامه ها میخوام راجب به یک موضوع مهم که در واقع موضوع بحث جامعه ایرانی چه در داخل ایران و چه در خارج ایران بخصوص در خارج از ایران هست با شما صحبت کنیم همطور که خاطرتون هست در هفته های گذشته راجع به این موضوع صحبت کردم که ادهی از هموطنان ما در خارج طرفدار چیزی هستن که به اون مداخله بشر دوستانه میگن اینها بعد از حمله آمریکا و هم پیمانانشون در پیمانان ناتو به لیبی به این فکر افتادن که شاید از همین طریق بشه ایران رو به سلاح آزاد کنن اینها مداخله آمریکا و پیمانان ناتو در لیبی رو مداخله بشر دوستانه میدونه و خب راجع به این موضوع در هفته گذشته بسیار با شما صحبت کردم هم که خاطرتون هست خدمت شما عرض کردم که اصولا بنده این گونه های نظامی رو مداخله بشر دوستانی نمیدونم بلکه در واقع اینها مداخله و حملات نظامی هستند قصد اونها هم در واقع قصد کمک به مردم اون کشورها نیست بلکه هدف اصلی و عمده این گونه این گونه حملات در واقع حفظ منافع کشورهای غربی در کشور مورد حمله قرار گرفته و یا و در این حال اگر امکان داشته باشه گسترش اون منافع ها و همینطور استفاده کردن از اون کشورها به عنوان سکوی پرتاب یا پایگاهی برای گسترش اون منافع در اون ناهیست که در اون, اون کشور مورد کشور مورد حمله در اون قرار گرفته به عنوان مثال اگه خاطر تو باشه عرض کردم که در همین لیبی اه، 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 قرار است که یک پایگاه نظامی برای ناتو در یکی از بنادر لیبی در کنار دریای مدیترانه ساخته بشه و به احتمال قوی اتفاقی که خواهد افتاد این بود که افریقام یعنی ام، 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 مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا که اوضاع آفریقا رو زیر نظر دارن به این پایگاه منتقل بشن اگر خاطر باشه خدمت شما عرض کردم که افریقام در واقع حدود پنج سال پنج سال پیش توسط پرزیدنت جورج عبلی بوش تحسیس شد ولی چون هیچ کشور آفریقایی حاضر نشد که مرکز افریقام رو در کشور خودش قبول کند دولت آمریکا مجبور شد که افریقام رو در پایگاه نظامی خودش در آلمان قرار بده حالا با مداخله ناتو و آمریکا در لیبی و سقوط دولت آقای محمد غذافی و به روی کارمندن دولتی دولت که ظاهرا طرفدار غرب و با غرب, کار خواهد،, 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 خواهد کرد پادگانی برای ناتو قرار،, قرار, ساخته بشه و احتمالا افریقا به اونجا منتقل خواهد شد خب این هم تو که میبینید تحسیس افریقام به دلیل فرض کنید مداخله بشر دوستان در آفریقا نبود کمون که به عنوان مثال سنترال کمند که آه، مرکز فرماندهیش در فلوریدا قرار داره و در واقع فرماندهی کل نیروهای آمریکا در خاورمیانه میانه هست برای اهداف بشر دوستانه نبوده بلکه برای, برای حفظ منافع آمریکا در خاور میانه هست کمون که سنترال بود که نقش اصلی در هجوم عراق به عهده داشت سنترال بود که نقش اصلی در هجوم نیروهای آمریکا به افغانستان به داشت و همین نیروها هستند که در واقع جنگ با معذرت میخوم هواپیمای بدون سرنشین رو از افغانستان به پاکستان گسترش دادن همین نیروها در یمن در جنگ داخلی یمن دخالت کردن همین نیروها و ناوگان پنجم دریای آمریکا در, در میانه که مقرش در بحرین هستم در واقع قسمتی از سنترال کمان است آمریکا در در این حال پرزیدنت اوباما در هفته گذشته اعلام کردن که ایشون یک مرکز فرمانی هم برای اقیانوس آرام و در واقع شرق آسیا دارن تاسیس میکنن وجود داشت ولی میخوان گسترشش بدن و دلیلش هم اونه که چین به سرعت به تبدیل به مهمترین به اصطلاح نیروی اقتصادی جهان و احتمالاً نیروی نظامی آمریکا در تبدیل میشه و آمریکا نگران این موضوع است در این حال آمریکا یک مرکز فرمانده اروپا دارن و یک مرکز فرماندهی ساترن کمن برای آمریکای لاتین دارن و در نتیجه این افریقا هم یکی از نتایج طبیعی وجود تمام این کمن سنترها ها بود که حالا با مداخله در لیبی در واقع این باعث میشه که آمریکا ها در آفریقا هم بتونن مداخله کنند حالا چرا در آفریقا مداخله لازم بدن که خب اولا همطور که میدونیم آفریقا دارای منابع عظیم زیرزمینی هست طلا و الماس و چیزهای شبیه این ولی به جز اون آفریقا داره به سرعت تبدیل به یکی از مراکز مهم تولید انرژی میشه بدن که منابع مهم نفتی هست در انگولا قبلا هم قبل از انگولا هم می‌دونیم در نیجریه نفت بسیار زیاد هست در خود لیبی نفت زیاد هست در اجزای گاز بسیار زیاد هست و و چیزهای استراتژیک دیگه بنابراین این آفریقا آفریقا برای آمریکا روز به روز اهمیت بیشتری رو به دست آورده خب در هفته گذشته یک مناظره صورت گرفت بین دکتر عبدالکریم لاهیجی که معاون به اصطلاح برجسته ایرانی هستن و معاون کنفدراسیون سازمان های حقوق بشری در جهان هستن با آقای مجید محمدی که شون خودشون رو همه جا به عنوان جامعه شناس معرفی میکنن و یک برنامه تلویزیونی دارن و مقاله هم برای وبسایت های ایرانی مثل گویا و یا بی بی سی و غیره می در اونجا ادعایی که آقای مجید محمدی کردن که به نظر من ادعای بی پای و اساسی بود ولی جالبه که راجع اون راجع با شما صحبت کنم این بود که ایشون ادعا میکردن که ام 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 ایشون از مداخله بشر دوستانه یا آنچه که من اسمشو میزنم حملات نظامی غیر بشر دوستانه سریحا حمایت کردن ایشون در صحبتاشون گفتن که یکی از صحبتهایی که کردن این بود که وقتی به ایران صحبت میکردن اومدن یک تشبیهی رو اشاره کردن و اون تشبیه اوزای یک خانواده با اوزای ایران کشور ایران در حال حاضر ایشون گفتن که مرد تونومند و بسیار تندخوی هر شب زن و فرزند خود را به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار میده زن در برابر مرد تونومند توان دفاع از خود را ندارد و در آستان هلاکت است حتی به قادر به درخواست کمک نیست یا از حقوق خود اطلاع ندارد یعنی نمیداند که میتواند از پلیس و دادگاه کمک بخواهد تا او را نجات دهند و مرد جانی را مجازات کنند همسایه ها موظف هم به پلیس اطلاع دهند تا به کمک این زن و آن کودک نابالغ بشه تابن چون زن به هیچ وجه توان مقابله با مرد رو ندارد و بر ناظری که از این واقع آگاه است و می تواند جان, جان, آن زن نجات دهد فرض است که دست به اقدام بزنه شاید زن به دلیلی از دلایل مثلا از سر رضایت در اول کتک خوردن مستمر وحشیانه سکوت اختیار کنه اما فرض میکنیم که این سکوت ناشی از ناتوانی باشد نه رضایت واقعی مبتنی بر گزینش آگاهانه و آزاد تصمیم ناشی از ناتوانی پیش از آن که نشانگر خاص واقعی آن شهروندان باشد ناشی از نگاه باقی ایشان نسبت به محدودیت امکاناتش در مقام احقاق حقوقشان است بر قلدر، مالک زن و کودک نیست و نمیتواند مدعی شود که چهار دیواری و اختیاری مردم باید اما مکلفند پلیس را خبر کنند و پلیس زن و کودک را نجات دهند و مرد ظالم شکنجهگر را به دست قانون بسپارند معتقدان به دخالت حقوق بشر دوستانه یعنی مثل آقای مجید محمدی این تشبیه را به وضعیت یک کشور دارای نظام دیکتاتوری سرایت این این جمله که الان خدمتتون خوندم دومی بود که آقای اکبر گنجی روزنامه‌نگار برجسته در پاسخ به صحبت‌های آقای مجید محمدی نوشته بودن و به گمان آنها دولت‌های قدرتمند خصوصا دولت آمریکا نقش پلیس و ها را یکجا باید ایجاد کنند نیروی رهای بخش نیروی بخش، ارتش آمریکاست. آقای مجید محمدی میگن در مقام دفاع و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در جامعه جهانی دولت های قدرتمند دنیا خصوصا از مسئولیت اخلاقی مضاعفی برخوردار هستند قربانیان نقص حقوق بشر اخلاقا حق دارند به ویژه از دولت های قدرتمند دنیا مطالبه کمک کنند دولت های قدرتمند اخلاقا وظیفه دارند به این تقاضا در حد توانایی خود پاسخ دهند دولت قدرتمند از جمله آمریکا بسی بیشتر از سایر سای دولت های جهان در قبال کمک رسانی به قربانی نقص بشر مکلفند بنابراین دولت های قربان دنیا نباید به خاطر کمک به اموری مانند پیشرفت دموکراسی با اعزام نیروی نظامی برای برقراری امنیت در یک منطقه جنگ زده که در آن نسل کشی جاری است ملامت کرد خیلی خوب یعنی در واقع چیزی که ایشون میگن اینه که آقای مجید محمدی گفتن اینه که اوضاع ایران و فرض کنید حکومت ایران شبیه اون همون خانواده است اون مرد قلدره زورگوی اینا فرض کنید به عنوان مثال همون آقای خامنه ای است که فرزندان خود خانواده خود یعنی خانواده بزرگ ملت ایران داری میزنه خانواده بزرگ ملت ایران هم زورش به اینا نمیرسه و بنابراین پلیس همسایگان فرض کنید به عنوان مثال کشورهای دیگه که از این اوضاع اطلاع دارن باید از پلیس یعنی دولت آمریکا کمک بخوان تا پلیس بیاد و این مرد قلدور رو دستگیر کنه و مجازات برسونه این به صلاح تز دفاع از دخالت بشر دوستان از نظر این آقایون و حملات نظامی ضد بشر دوستان از نظر بنده و امثال بنده است خب اولا که آ، آ، اگر ما بخوام یک تش... تشبیح... اولا که هیچ تشبیهی بین این دو وجود نداره این... هیچ این... تشبیهی بین یک خانواده و یک مرد قلدر و یک کشوری مثل ایران با اوضاع ایران با شرایط ایران اه... هیچ گونه شباهتی بین دو تا وجود نداره اه... و بنابراین اصولاً اصولا حرف از بیخوبون از پای و اساس خراب و اشکال داره یعنی اصولا این حرف پای و اساسی نداره که ولی فرض کنیم که اینطور باشه فرض کنیم که واقعا یک شباهت هایی وجود داره بین اون مرد قلدور و رفتارش با خانوادهش خانواده مظلومش و کشور ایران خیلی خوب اگر قرار هست که پلیسی زدا بشه اولا این پلیس خودش باید حائز شرایط بشه یعنی مشخص بشه که این پلیس واقعا پلیسی است که مدافع حقوق مردم مظلوم و ستم کشیده است فرض کنید اگه ما بخوایم مثل پلیس بخوایم صحبت کنیم در همین فرض کنید لس است در همین جنوب کالیفرنیا پلیس همیشه متهم بوده که اصولا تنها کاری که نمی‌کنه اینه که از حقوق مردم دفاع کنه همین دیروز امریکن سیویل لیبرتی یونیون ای یک شکایت نامه رو به دادگاه تسلیم کرد که از آقای از رئیس پلیس ال کانتی به دادگاه شکایت کرد و مدعی شد که پلیس با مردم و به خصوص اونایی که زندانی شدن بسیار بر رفتاری میکنه و اون رئیسش و اون جلوی اینو نمیگیره بنابراین اگر قرار هستم به عنوان مثال پلیس صدا زده بشه اولا باید مشخص بشه که این پلیس پلیسی است که واقعا طرفدار حقوق مردم هست در تشبیه که این آقایون به کار میبرن که وی پای و اساس این پلیس رو آمریکا و متحدانشون مثل فرانسه و انگلیس میدارن اگر این طور هست این پلیس به هیچ عنوان ام ام کارنامه از خودش به جا نذاشته که این،, این،, کارنامه نشون بده که اینها در واقع طرفدار حقوق اون خانواده مظلوم یا در این مورد طرفدار حقوق مثل مردم کشورهای مثل ایران هستند من در این مورد بارها و بارها صحبت کردم فرض کنید حجوم غیر قانونی به عراق کجا این رو نشون میده که دولت آمریکا طرفدار مردم عراق بوده دولت آمریکا سعی کرد این حجوم رو جنبه قانونی بهش بده در سازمان ملل متحد و با وجودی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به مقدار زیادی تحت کنترل آمریکاست ولی حتی همون جا هم رو انجام می. و این رو به طور یک طرفه و توسط خوش انجام داد و یا به عنوان مثال در افغانستان که الان جنگی است که یواش داره 11 ساله میشه کی گفته که این جنگ در واقع به نفع مردم افغانستان در واقع جنگ افغانستان یعنی اون حالت که در افغانستان هست راه نظامی نداره اصولا این جنگ راه نظامی نداره و بلکه احتیاج به مذاکرات در سطح ملی بین تمام گروه ها هست از طالبان گرفته تا دولت آقای حمید کرسا و الی تا بتونن یک بسیار یک دولت وفاق ملی یا دولت اصطلاح اعترافی ملی تشکیل بدن هیچ راه حل نظامی هم در این راه وجود نداره با وجود که 100 هزار سرباز ناتو در افغانستان هستن بعد از 11 سال نزدیک 11 سال اینا هنوز نتونستن که طالبان رو شکست بدن و یا اگه بخوایم به حمایت های آمریکا در آمریکای لاتین از حکومت های دیکتاتوری اشاره کنیم ما می‌دونیم در دهه 1950 60 70 و 80 90 و حتی در همین دهه سال 2000 و 2012 که همین هستیم آمریکا از بسیاری از حکومت‌ها حکومت دیکتاتوری حمایت کرده بسیاری از کودتاهایی که در این کشورها توسط نظامی اتفاق افتاده به توسط با حمایت از آمریکا برگزار شده اصولا آمریکا مدرسه داشت به نام اسکول اف آمریکا که در جورجیا بود و سالها افسران ارتش راستگرای کشورهای آمریکا لاتین در این مدرسه نظامی تعلیمات میدن می و وقتی به کشور خودشون برمیگشتن اینا میشدن عوامل دولت آمریکا که کودتا را, کودت را می شما در همین دولت پرزیدنت اوباما که نگاه کنید وقتی که ایشون به کار روی کار در همون سال 2009 کودتایی شد در هندوراس و به جای اینکه دولت دولت آقای اوباما و وزیر خارجهشون خانوم خانم هیلاری کلینتون بر ضد کودتا صحبت کنن رفتار دوگانه در پیش گرفتن به قول معروف یکی به نل می‌زدن یکی به میخ و رئیس جمهور قانونی مملکت رو حمایت نکرد در مورد عراق و افغانستان و فرض کنید یمن و لیبی و جاهای دیگه هم که تکلیف روشنه برای با چنین کارنامه ای این پلیس این پلیسی که اینها این رو چیزش کردن این رو منصوب کردن این پلیس طرفدار حقوق اون خانواده یا اون مردم نیست سالیا فرض کنیم که پلیس اون شایستگی رو داشته باشه و اون خانواده هم واقعا کمک بخوان چی گفته که خود اولا خود اون خانواده باید بخواد یعنی اعضای اون خانواده واقعا بخوان که به پلیس پلیس رو صدا بزنه در این مورد اون کسی که قرار برای مردم ایران این کار انجام بده کیه اگر قرار چنین تقاضایی انجام بشه باید از داخل ایران بیاد چنین تقاضایی وجود نداشته نخواهد داشت تقاضاش نبوده الان هم نیست در آینده هم نخواهد کی به آقایون گفته که اینها نماینده مردم ایران هستند تازه بسیاری از این آقایون سی سال اصلا ایران نبودند، اصلا نمیدونن اوضاع داخل ایران چی است کوچک شناختی نسبت به اوضاع کنونی جامعه ایرانی ندارند کی گفته که اینها به نمایندگی از مردم ایران از آمی... از دولت آمریکا تقاضای کمک کنند به عنوان مثال آقای واحدی که تا از ایران اومده و تا که در ایران بود هیچ گونه صدی از ایشون برند نبود و با وجود که ادعا میکنن همیشه مشاور آقای کروبی بودن همیشه ساکت بودن یه روزنامه مثل روزنامه آفتابی از داشتن که در اون هیچ گونه مطلب تند هم منتشر نمیشد حالا اومدن و در آمریکا به نمایندگی از مردم ایران صحبت میکنن کی ایشون رو به این سمت منصوب کرده مشخص نیست در همین به کالیفرنیا کسایی هستن که مرتب راجبه اینکه مردم ایران اینو میخوان مردم ایران اونو میخوان رو صحبت میکنن کی اینها رو به نمایندگی مردم منصوب کرده ولی فرض کنیم که خب این این هم باید این یک سری سر نمایندگانی وجود داره که این کار هم میشه صورت بگیره خب سوال بعدی اینه که برای این کار یه دادگاه ای لازمه یعنی فرض کنید که اون خانواده تقاضای کمک کرد و اینها هم در واقع میخوان که کمک کنه. این دا یک دادگاه صالحی لازم داره این دادگاه صالح کجاست فرض کنید به عنوان مثال شورای امنیت سازمان ملل میتونه جایی باشه که این موضوع مورد بحث قرار بگیره خیلی خوب اولا شورای امنیت سازمان ملل درسته که به صورت قانونی چون سازمان ملل و یک سازمان جهانی است میتونه به طور قانونی این کار رو انجام بده ولی همین شورای سازمان شورای امنیت سازمان ملل بارها و بارها و بارها در حمایت از حقوق خانواده های دیگه یعنی کشور مردم کشورهای دیگه کوتاهی کرده و هیچ کاری نتونسته انجام بده به عنوان مثال یه نمونهش حقوق مردم فلسطین در برابر اسرائیل چند تا قدنامه ای در این شورای امنیت سازمان ملل آمده که در وسط آمریکا وتو شده خب این, این،, این نکته نکت هست دیگه برای اگر این دادگاه صالحه یا این جای صالحه یا این ارگان صالحه که قراره که به این شکایت این خانواده یعنی خانواده ملت ایران رسیدگی کنه اون دادگاه یا اون سازمان یا ارگان باید صلاحیت این کار کارو داشته باشه صلاحیتش ما از کجا میفهمیم از روی کارنامه‌ای که این سازمان در چند دهه گذشته داشته شما به تاریخ های سازمان ملل نگاه کنید از 1945 که تشکیل شده تا به حال نگاه کنید که چند بار آمریکا قهد نامه رو که بر ضد منافع خودش بوده ولی در واقع اون بسیار از اون قهد ها کمک به مردم کشورهایی بوده که صاحب یک دیکتاتور قولور بودن که به معنیشون زور میگفتن چند تا از اینا رو آمریکا به تو کرده برای اگر از این دیدم میخوام نگاه کنیم باز چنین چنین چیزی اصلا وجود نداره یعنی ما یعنی حتی اگر قرار هم بود که مردم ایران تقاضای کمک بکنن و قرار هم بود که جامعه بنامری به این کمک به قول معروف لبک بگه و پاسخ مثبت بده این لبک و پاسخ مثبت باید توسط سازمان ها یا کشورهایی باشه که در واقع تاریخچه و کارنامهشون نشون دادن که این در واقع اینا واقعا طرفدار حق مردم مظلوم این کشورها از جمله ایران هستند تا اونجا که ما میدونیم تا اونجا که دیدیم تا اونجا که تاریخ نشون میده و حتی همین الان این فقط تاریخ گذشته نیست همین الان در همین شرایط حجوم به عراق و حجوم افغانستان و حمله به لیبی و مداخله در یمن مداخله در حتی در مصر شما نگاه کنید طرفداران مداخله حقوق بشر دوستانه یکی از این آقایون که در جنوب کالیفرنیا زندگی میکنه و علمدار یه سری از این چیزها هست ادعا میکنه که آمریکا در مصر و تونس دخالت بشر دوستانه کرده به هم دلی که اینها اومدن و به دموکراسی رسیدن اولا که در تونس هیچ دخالت انجام نشد به دلیل که تونس اصولا اهمیت استراتژیک از نظر غرب نداره یک کشور کوچیک بود انقلاب در اونجا شروع شد خود مردم هم پیروز شدن از اون هم غرب به تونس در واقع هیچ, هی، هیچ مداخله آنچنانی نکرده و نقشی درش نداشته دیکتاتورش هم از اونجا به عربستان فرار کرده که عربستان متحد نزدیک آمریکا است بنابراین این که اصلا اسمش مداخله بشر دوستان نمیشه گذاشت در مصر آمریکا مداخله کرد ولی مداخله به چه صورت بود مداخله ای که آمریکا در مصر کرد برای دموکراتیک کردن کشور مصر نبود دولت آمریکا مداخله کرد به دلیل اینکه از انقلابی مثل انقلاب ایران در 1979 درس لازم رو گرفته بود و به این نتیجه رسید که برای اینکه بتونه حکومت حسین مبارک رو حفظ کنه که حفظ اون حکومت معنیش حفظ روابطی است که به عنوان مثال مصر با اسرائیل داره مصر با آمریکا داره و نقش عمده ای که مصر در جهان عرب بازی میکنه لازمه که اون کسی رو که سمبل این حکومت بود و مورد نفرت مردم بود رو از حکومت برداره که این همین آقای حسین مبارک بود و وقتی که این آقای برداشته شد چه تغییر مهمی در حکومت مصر به وجود قانون اساسیش که مورد تجدید نظر قرار گرفت قانون اساسی آنچنان دموکراتیکی نیست اون به شورای نظامی که سر کار بود هنوز هم سر کاره اون اشخاص مهم نظامی که در واقع 100 صد درصد با آقای حسین مبارک با وفادار بودن مثل فیلد محمد حسین تنتامی و جنرال سمی حافظ انان هنوز سر کار هستن در واقع وقتی آقای حسین مبارک برداشته شد نظر آمریکا این بود که جانشینشون آقای عمر سلیمان معاون آقای حسین مبارک باشه که خود آقای عمر سلیمان یک نقش بسیار مهم در شکنجه و فشار بر روی زندانیان سیاسی و بستن فضای سیاسی مصر آقای عمر سلیمان اگه تونش اول ایشون اومدن مدن سر کا و بعد وقتی فشار مردم بیشتر شد عمر سلیمان هم برداشت ولی تمام اینها با تمام اینها موندن حالا هم که انتخابات برگزار شده و سازمان های اسلامی مثل اخوان المسلمین و یک سازمان سلفی که در واقع نزدیک به عربستان روی کارمنده اینها در واقع نمیشه گفت اینها در واقع نماینده کل جمعیت مصر هستن به اینکه اصولا بسیاری از احزاب غیر اسلامی مصر وقتی انتخابات مجلس مصر قرار،, قرار, قرار, بود برگزار بشه خواهان به عقب افتادن این انتخابات بودن چرا بدن که میدونستن اخوان المسلمین و اون گروه های اسلامی سلفی اسلامی های رو بیشترین سازماندهی رو دارن و بنابراین واضح خواهد بود که در انتخابات اول اینها اینو میبرند و هنوز معلوم نیست که این اه این, این اه کار مصر و به اصطلاح انقلاب نیمی کارش به کجا میانجامه انجامه بنابراین اینکه ادعا کنیم آمریکا اومده در مصر و تونس مداخله بشر دوستانه کرده ادعای کاملا بی اساس و این در واقع درک سخیف اون آقایی که علمدار این موضوع هست و در همین جنوب کالیفرنیا هم زندگی میکنه و از از تحولات منطقه نشونده در مورد ایران هم همینطوره اولا هیچ شباهتی بین اون خانواده و ایران وجود نداره ثانیا اگه قرار باشه اون خانواده کمک بخواد خود مردم ایران در داخل ایران باید تقاضای کمک کنن ثانیا اون پلیس اگه قرار بیاد کمک کنه باید اولا صلاحیت این کار رو داشته باشه ثانیا اگر اون پلیس بخوادن بیاد و این کارم بخواد بکنه باید اول یک سازمانی دادگاهی یا چیزی باشه که حکم به این کار بده وقتی که پلیس میخواد به یک به خونه ای بره و مورد بازرسی قرار بده بعد از دادگاه دا 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 حکم دریافت کنه تشبیه این در این جریانی که در, اینجا در یک سازمان جهانی باید این کار رو اجازه بده اون سازمان جهانی چه 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 سازمانیه چه ارگانیه حتی اگه فرض کنیم شورای امنیت سازمان ملل هم باشه اون شورای امنیت سازمان ملل نشون داده که در گذشته بسیاری از کارهایی که کرده اشتباه بوده یا بسیاری از کارهایی که نکرده اشتباه بوده برای این گونه تشبیهات کاملا بی پای و اساسه و اصولا کسایی که طرفدار مداخله بشر دوستان هستن دارن سعی میکنن که زمین و آسمون رو به همدیگه ببافن تا اینکه آنچه که در واقع حمله نظامیه حمله نظامی بدون رو دروسیه. به کشورهایی مثل عراق مثل افغانستان مثل لیبی مثل یمن اون هست رو به عنوان مداخله بشر دوستانه به مردم عرضه کنند چرا بدنی که اینها با همه ادعایی که راجع به طرفدار حقوق مردم بودن و اعتقاد به فرهنگ غنی ایرانی داشتن و مسالی از این قبیل اینها در واقع اعتقادی به قدرت مردم ایران ندارند. یعنی اینا, ندارن. اینا, اینا معتقدن که مردم ایران نمیتونن این کارو بکنن در سای که جامعه ایران اگر شما جامعه ایران رو به عنوان مثال با جامعه مصر یا جامعه تونس یا حتی جامعه سوریه مقایسه کنید میبینید که جامعه ایرانی فرسنگ ها از این جوامع بسیار جلوتره چه از لحاظ جمعیت چه از لحاظ سواد چه از لحاظ پیشرفت چه از منابع چه از لحاظ تکیب جمعیت چه از آگاهی جمعیت با اوضاع جهانی و غیره و غیره بنابراین این گروه ها نه تنها اعتقادی به قدرت مردمی را ندارند بلکه فکر میکنن از این بلبشویی که میخوان ایجاد کنند و از این خرابی و ویرانی و کشت و کشتاری که میخوان ایجاد کنند در واقع میخوان این رو به صورت نمدی میبینن که میخوان از اون نمد برای خودشون هم یک عبایی درست کنن یا یک کلاهی درست کنن این حرفها ها حرف که بی پایه و بی اساسه و از طرف به نظر من سخیفترین ایرانی ایرانی‌های مقیم آمریکا ابراز میشه خب وقتی برنامه به پایان رسیده متاسفانه بحث راجع به این موضوع زیاده امیدوارم این بحث رو بتونیم در هفته آینده ادامه بدیم امیدوارم تا هفته آینده ساعت 8 شب که دوباره در خدمت شما خواهم بود روز و روزگار بر شما خوش باشه اجازه در پایان برنامه از شما دعوت کنم که به برنامه خوب دوست عزیز دکتر مرتضی موحدی رو که روزهای شنبه از ساعت 10 تا 11 و نیمه صبح در تلویزیون افغان ها برگزار میشه تماشا کنید سپاسگزارم از که وقت زیر خودتون رو به تماشای برنامه بنده اختصاص دادید خدا حافظ شما برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.